به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی ما عبدالله رضایی استاد مضمون ریاضی صنف هفتم شما شاگردای عزیز خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی خب شاگردای عزیز و گرامی دقت کن ما دمی اول دو نکته رو برات میگم نکته اول ما و شما قرار است که مضمون ریاضی رو با هم بخوانیم درست است خب باید 100 فیصد یک تا قلم و یک تا کتابچه پیشت باز باشه که ما اگر کدام سوال برد گفتم تو رو حتما حل کنی و به ما روان کنی سعیف؟ خب نکته دوم ما در طول درس که داریم ما و شما با هم ما کارخانگی برد میتیم کار سنفی برد میتیم درست است کدام سوالی اگر برای شما پیش آمد اگر کدام انتقادی داری اگر کدام پیشنهادی داری میتونید به نمبر دو سفر 964 780 255 40 13 در واتساب یا فیسبوک به ما روان کنید سعی است پس این دو نکته بسیار مهم است که ما و شما باید فکر ما باشد خب بریم درس خودش شروع کنیم شاگرد عزیز <applause> های عزیز و گرامی فصل اول ما چی است ست هست. جلسه اول میخوانیم با هم دیگه خب ما و شما قرار است که در درس امروز چیه چی رو بخوانیم چه مطالبی میخوانیم اول تعریف ست و چند نکته در مورد آن میخوانیم همینطور که شما در مانیتور میبینید تعریف ست میخوانیم برای شما ست ها. تعریف میکنیم که چی هست؟ سه است ست سیست و بعد چند نکته در موردش برای شما میگیم دوم ست خالی را میخوانیم که ست خالی چی یک تعریف داره ست خالی و در آخر طریقه های نشان دادن ست ها را یعنی ما یک ست به چند طریق میتونم نشان بدم صحیح پس ما و شما این سه مطلب باید در درس امروز بخوانیم درست است خب شاگرد عزیز و گرامی با ما همراه باشید شاگرده عزیز و گرامی ست ست چی قبلی که سعی کنی بگو خودت دم فکر در چی است بگو سه چی است آفرین بعضتون سعی گفتین بعضتون غلط سه چی سه دامو چند تا عدد چندتا تا هر چیز میتونه چند تا چوکی باشه نه چاوکی باشه تا حتی موصل باشه فرق نمیکنه خب ما سه تا بهشک تعریف میکنیم برای شما تعریفش انجام میدیم و میریم سر تخته باز ما ما شما مثال کار میکنیم سعی خب سه تا بهشک تعریف کردیم گفتیم به تعدادی از اعداد افراد اشیا و غیره او سه نقطه که مادی من غیره هر چیز میتونه باشه فرقی نمیکنه که دو نقطه بسیار مهم داره فکرت باشه دو نقطه رو باید 100 فیصد یاد داشته باشی یک معین باشد یا مشخص یعنی چی یعنی معین باشد که همین چی هست همین عناصر چی هست و دوم حداقل داره یک ویژگی مشترک باشند با اونا چی میگیم ست میگیم به عنوان مثال یک مثال برشم آوردیم چی نوشته کردیم آفرین ست چوکی های صنف هفتم خب کجا از معین است معین یعنی که چی معین یعنی که شاگردای عزیز اگر معین یعنی که چوکی های صنف هفتم است چوکی های دیگه صنف نیست سنف خود ماست سیست پس ای چی شد معین بودن و دیگه چی دیگه گفتیم که حداقل دارای یک ویژگی مشترک باشد خب ویژگی مشترک از چی هست؟ وی مشترکی هست است ویژگی مشترکش این است که چوکی است کلشان سیست خب به عنوان مثال ما دای چوکیا چی چوکی چوبی داریم چوکی آینی داریم چوکی پلاستیکی داریم ولی کلشون چی است ویژگی مشترک است که چوکی هستند صحیح خب یک مثال دیگه من براتون میزنم به عنوان مثال ست اعداد جفت کوچکتر از ده بگین کدام عدد است شکر دارید کدام عدد است بگین شما دو احسن آفرین چهار شش هشت ده نه ده نیست دیگه گفتیم کوچکتر از ده صحیح خب شاگرد از گرام می گفتیم کوچکتر است اگر می گفتیم کوچکتر یا مساوی ده خود دم شامل می شود. پس اعداد جفت کوچکتر از ده کدام ها شد شد دو چار شش هشت و همی خلاص سیست خب پس ما فهمیدیم یک سوال دیگه مزید می شاگردای شاگرد های عزیز ما چیزی که برای شما می شما بگین یک ست مشخص کرده می تانه یا نه به عنوان مثال من می که اعداد کلان سه تا عدد کلان آیا به نظر شما شاگرد های عزیز گرامی ای یک مشخص کرده میتونه بگین نه پس ای یک مشخص کرده نمیتونه درست است عدد است اما مشخص و معین نیست ما گفتیم عدد کلان و کلان کدامش کلان است هزار کلان است صد هزار کلان است یک میلیون کلان است کدامش کلان است فرق میکنه از نظر از کلان دیگه عدد از نظر شما شاید دیگه عدد باشه پس باید مشخص کنیم به عنوان مثال اگر مشخص کنیم اعداد کلانتر از یک ازار. ای صحیح میشه این میتونه چی یک ست بر ما مشخص کنه صحیح پس چی شد شاگرد عزیز دو نکته گفتیم که باید دست بفهمین یک تا چی بود عناصر باید معین باشد و دیگه چی حداقل دارا یک ویژگی مشترک باشد درست است خب شاگرد عزیز ما یک مثال سر تخته براتون کار میکنم و چند نکته در مورد اون ستا بر شما میگیم که چی است خب بریم سر تخته سوال کار کنیم خب شاگردای عزیز و گرامی به عنوان مثال ما گفتیم چه ستی ست اعداد جفت کوچکتر از ده کدام میشه بگن دو احسن چهار شش هشت سیست خب حالا چند نکته ما در مورد ست برات میگم خب ما ست هم تو دعوا تا نمیتونیم باید چی کنیم میگیم ما عناصر ست داخل قوس کلان باید بانیم پس ما چی میکنم نکته اول عناصر ست داخل قوس کلان میمانم قوس خرد نمونی غلط است قوس متوسط هم غلط است فکرت باشه صحیح است پس چی شد عناصر ست داخل قوس کلان خب دیگه نکته چی دیگه گفتیم میگیم که برای نامگذاری ست ها ما میخوام یک ست نام بدیم برش دیگه نه خب چی ست چی است اینو چی ست بگیم باید نام داشته باشد دیگه صحیح است پس ما این نام میمانم و از حروف کلان انگلیسی استفاده میکنم به عنوان مثال ست ا اگه نوشته کنی ست غلط است صحیح است پس فکرت باشه عناصر سه که داخل قوس کلان ماندیم و برای نامگذاری سه تا از حروف کلان انگلیسی استفاده میکنیم این دو نکته نکته سوم نکته سوم چی نکته سوم میگیم که عناصر سه باید با و یا کام از هم جدا کنیم که اگه شما نگاه کنید ما اینجا چی ماندیم و ماندیم صحیح یا کامه ما فرق نمیکنه کارم کامه ماندیم صحیح اما خطک تک نمانی بانوان مثال اگه نوشته کنیم دو خطک تک چهار این ممکنه منفی خوانده شود دو منفی چهار باز ما و شما عدد صحیح رو و عدد تام میخونیم پشتر، صحیح است که میبینیم این دیگه عدد است فرق میکنه پس با خاطر ممکنه غلط شوه پس نکته اول چی بود عناصر سه دا داخل قوس کلان میمانیم نکته دوم نکته دوم گفتیم که برای نامگذاری از چی از حروف کلان انگلیسی استفاده میکنیم آفرین و نکته سوم عناصر سه باید با و یا کاما از هم جدا کنیم صحیح است خب دو نکته دیگه هم داریم نکته چهارم چی نکته چهارم میگیم که بند ما اینا پاک کنم نکته چهارم اینجا نوشته میکنم برات یک مثال میزنم تا بفهمی نکته چهارم میگیم که در ست ها ترتیب و تکرار اج مهم نیست یعنی چی یعنی که ما اگر یک ست داشته باشیم ست به با عنوان مثال یک سه و پنج این ست با ست یک سه 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 و پنج ای اردوشت با هم چی هست؟ مساوی است یعنی فرق نمیکنه سه چند بار تکرار شده باشه یک عنصر چند بار تکرار شده فرق نمیکنه ما یک بارش باید نوشته کنیم سه است؟ پس به جای از سه ما از نوشته میکنیم یا دیگه چی گفتیم؟ گفتیم ترتیب هم مهم نیست فرق نمیکنه که به این اول پنج بیایه بعد یک بعد سه ای ار دو ست با هم چی هست؟ مساوی است پس نکته چهارم چی شد؟ گفتیم که دسته ها ترتیب و تکرار مهم نیست آفرین به شما و نکته آخر به عنوان مثال ما ست ای خود که داریم در 4 عدد چهار ده شامل است بله میبینید که چهار داخل ست هست پس چی نوشتن میکنیم نوشتن میکنیم چهار شامل ست ای می باشد پس این سمبول این چی است سمبول شامل بودن است پس معنای چی است شامل بودن خب اگر شامل نباشد چی به عنوان مثال عدد 5 در ست ای شامل نیست پس نوشتن میکنیم پنج شامل ای نیست روش یک خطک میبونیم چی میشه شامل نبودن یا انصر نبودن صحیح آفرین پس چی شد یک بار دیگه نکات ما تکرار میکنم نکته اول عناصر فته باید داخل قوس کلان بانیم قوس خورد بانی غلط میشه قوس متوسط غلط میشه نکته دوم برای نامگذاری ستا از حروف کلان انگلیسی استفاده میکنیم حروف خرد غلط است فکر باشه نکته سوم عناصر ستا با و یا کامه هم جدا میکنیم گفتیم خطک و نکته چهارم نکته چهارم گفتم که این اردو ست با هم مساویست. ای ست یعنی فرق نمیکنه کدام یک اول باشه یا پنج اول باشه ترتیب مهم نیست دیگه چی دیگه گفتیم تکرار هم مهم نیست فرق نمیکنه سه ده بار تکرار شده باشه دو بار تکرار شده باشه ما فقط یک تاش نوشته میکنیم درست است و نکته آخر که بسیار نکته مهم است و او چی است میگیم که اگر یک عنصر داخل ست باشد شاملش باشد با این با ای سمبول یا نماد نشان میدیم میگیم که چهار شامل ا می باشد و اگر یک عدد یا یک عنصر شامل ا نباشد با ای سمبول نشان میتیم صحیح پس پنج شامل ا نمی باشد روش خطک میمانیم درست است خب شاگرد عزیز و گرامی ما همین نکات ما به عنوان نوشته کردیم به شما در مانیتور میبینید نکته اول نکته یک چی گفتیم برای نامگذاری ستا از حروف کلان انگلیسی استفاده میکنیم برد گفته بودیم برد نوشته کردیم نکته دوم عناصر را داخل قوس کلان قرار می دهیم فکرت باشه گفتیم قوس کلان قوس خرد غلط است قوس متوسط غلط است آفرین و نکته سوم گفتیم عناصر ست را با و یا کامه هم جدا می کنیم این گفتیم دیگه نه برات کار کردیم میام نوشته کنیم برید خب نکته چهارم و نکته پنجم نکته چار چی گفته در ست تکرار و ترتیب مهم نیست همونطور که دیدیم دیگه من در سر تخته کار کردم و که کدام مطلب رو براتون میگم و نکته آخر گفتیم چی است برای شامل بودن یک عنصر در یک ست از سمبول شامل بودن و برای شامل نبودن یک عنصر در یک ست از این سمبول استفاده میکنیم درست است خب شاگردای عزیز پس چی شد سه تا ما تعریف کردیم و چند نکته برات گفتیم مثال سر تخته برات کار کردیم که فهمیده چه رقم است درست است <applause> شاید از اگر را ببریم عنوان بعدی درس خود ما و شما شروع کنیم. خب چی بود عنوان بعدی ما یاد تا نفت چی گفتیم گفتیم ست و چند نکته در مورد آن که ما خب کار کردیم عنوان دوم چی بود ست خالی آفرین اونایی که گفتن خالی سیست آفرین به شما سعی شد پس ست خالی رو ما و شما قرار است بخوانیم خب ست خالی تعریف میکنیم میگیم ستی که هیچ عنصری نداشته باشد را ست خالی میگوییم و با سمبول دقت کنید به از دو سمبول شما میبینید در سر مانیتور میبینید از این دو سمبول استفاده میکنیم. فرق نمیکنه از هر کدومش استفاده کنید درست است پس ست خالی چی است ستی که هیچ عنصری نداشته باشد یک تا مثال میتونیم بزنید شما شاگرد عزیز یک مثال ست برای ست خالی یک مثال بزنید بگین همون چیزی که در فکر دست بگو یک مثال ما برد میزنم با عنوان مثال ما یک ست خالی رو برد مثال میزنم میگم سه اعداد تاقی که به دو پورا تقسیم شوه خب پورا تقسیم خو میفهمید یعنی تقسیم کنی باقیمانده ماندهش صفر شوه خب یک عدد تاق بگو که به دو وقت تقسیم کنی پورا تقسیم شوه یه عدد یافت نمیشه صحیح چون اعداد تاقی که به دو تقسیم کنی پورا تقسیم نمیشه درست است خب ما شما میفهمیم پس هیچ عدد تاقی یافت نمیشه که به دو پورا تقسیم شوه صحیح پس این ست تعریف کرده میشه ست خالی چرا؟ چون هیچ عنصری ندارد درست است؟ پس ست خالی رو فهمیدیم. پس من این رو نویشتا میکنم سر تخت برید. باید من این رو پاک کنیم. خب گوشون شاگردهای عزیز و گرامی به عنوان مثال عدد در رو من اگر بالای دو تقسیم کنم تقسیم خود یاد داریم دیگه نه؟ بالای ده تقسیم کنم چی میشه؟ میشه چند؟ در خارج قسمت چند باید نوشته کنیم؟ آفرین پنج پنج زب دو چند میشه؟ ده باقیمانده میشه سفر سیست؟ پس باقیمانده که سفر باشه میگیم که ده بالای دو پوره تقسیم میشه چون باقیمانده چند شد؟ سفر شد حالا ما چه گفتیم؟ اعداد تاقی که ما بالای دو تقسیم کنیم پوره تقسیم شد یعنی باقی سفر شد خب بیم تقسیم کنید بانوان نو. تقسیم با عنوان اگر تاق بگیم؟ نو نو تقسیم به دو چی میشه؟ رو به دو تقسیم کن. چند بانده خارج قسمت؟ شما خواندن. درست است؟ چند میشه؟ چهار آفرین چهار دو هشت هشت منفی کن چند میشه؟ میشه یک باقی چند شد؟ یک شد صفر نشد پس پورا تقسیم نمیشه پس ما ست بانوان مثال ست بی را گفتیم چی؟ ست عداد تاقی که بالای دو پورا تقسیم شده خب چی عدد است؟ هیچ عدد وجود نداره شما هر عدد تاقی بالای دو تقسیم کنی باقی یک میشه درست خب میفهمیم آفرین به شما پس این ست میشه چی ست خالی به نوشته میکنیم دو تا قوس کلان میمونیم داخلش هیچ چیزی نوشته نمیکنه چیز هیچ عنصر نداره درست است یا میتونیم به شکل نوشته کنیم میتونیم به شکل نوشته کنیم درست است درست است پس فرق نمیکنه این نوشته کنیم و این یک نکته بسیار مهم ما دیدم که بسیار از شاگردای غلط میکنه می ده نوشته میکنه به نوشته میکنه دقت کنید این سمبل داخل قوس کلان میمونه این غلط است ها. ایست خالی نیست فکر باشه ایست خالی نیست و بعض از شاگردای دیگه به این نوشته میکنه داخلش یک صفر میمانه. و هم غلط است چون یک عنصر دارد آنسور چی است صفر است ایست چی یه یک دارد ای این چی است این ان سمبل ای یک حرف یونانی است این نامش است فی بهش میگیم صحیح پس فکرت باشه پس برای نشان دادن فتح خالی یا دو تا قوس کلام نمیمانی داخلش هیچ چیز نوشته نمیکنی یا که از این سمبل استفاده میکنی درست است پس این رو داخل از یک غلط میشه فکرت باشه من بر تاکید میکنم ها. درست است خب پس ست خالی رو فهمیدیم ست خالی چی است بگین ست خالی آفرین ستی که هیچ انصاری نداشته باشد و برای نشان دادن ست خالی از کدام سمبل استفاده میکنیم آفرین یا این سمبل یا این سمبل فرق نمیکنه هر کدام شما استفاده کنید صحیح است درست است شاگردای عزیز و گرامی عنوان بعدی در ما گفتیم ما سه عنوان رو میخوانیم دیگه نه این عنوان آخر ماست مطلب آخر ماست طریقه های نشان دادن ست ها یا روش های نشان دادن ست یعنی ما یک ست به چند طریق میتونم به تو نشان بدم درست است خب پس چی بخونیم چی گفته؟ به طور کلی می توان یک ست را به روش های زیل نشان داد خب سه روش است الف روش اول چی است روش لست کردن عناصر یعنی چی ما برات باز مثال میزنم متوجه میشی امی که ما در قوس کلان میماندم عناصر نوشته میکردم این همیسته لست کردن عناصر صحیح است اما ما یک مثال باز سر تخته کار میکنم روش دوم روش توصیفی توصیفی شفت باز برد میگم که امیر ما باید نوشته کنیم به زبان دری بگیم که امیر چی هست امیر ست ما امیر میشه روش توصیفی و رویش آخر گراف وین یا دیاگرام وین درست که که من برات کار میکنم پس بریم سر تخته من یک مثال برات بزنم و به این سه طریق معمو ست نشان بدم که بفامی چی رقم است درست است؟ خب پس میریم سر تخته شاگرد عزیز من تخته رو پاک کنم و مثال برات کار کنم که به سه طریق ما شما قرار است که چی کنیم این نشان بتیم خب بگن چه بود روش ها؟ یک روش لفت کردن اناسور دو روش چی بود؟ توصیفی و سه روش دیاگرام وین یا گراف وین درست است؟ خب یک مثال میزنیم اون مثال اول که ما شما زدیم چی بود؟ سه اعداد جفت کوچکتر از ده درست؟ پس گفتیم نامش ای ماندیم پس مساویست را بگیم کدام عداد بود؟ دو چهار شش هشت درست است؟ پس ست اعداد جفت کوچکتر از ده پس میشه دو چار شش هشت خب امی طریق نشان دادن ست که ما داخل قوس کلان ماندیم اناسرش نوشته کنید امی چیست؟ لیست کردن لیست کردن اناسر دقت کن باید داخل قوس کلان او چند نکتر برد گفتم باید فکرت باشه خب پس این روش اول شد لیست کردن روش دوم دو چه بود؟ روش دوم دو گفتیم که چی؟ روش دوم دو گفتیم که روش توصیفی پس من نویشتن میکنم روش دوم دو پس اه مساویست دباد میگیم که ست اعداد جفت کوچکتر از ده پس چی شد روش دوم ست اعداد جفت کوچکتر از ده همین گفتیم توصیف کو به زبان دری نوشته کو ست اعداد جفت کوچکتر از ده دقت کن یک نکته باز بسیار مهم در روش توصیفی دیگه قوس کلان استفاده نمیکنیم ما درست است بس فکرت باشه در روش توصیفی دیگه چی از قوس کلان استفاده نمی‌کنیم. فقط نوشته می‌کنیم. توصیف میکنیم که چی است ست اعداد جفت کوچکتر از ده و روش آخر چی گفتیم گفتیم روش چی گراف وین گراف وین به چه شکل است میگیم یک شکل بکش فرق نمیکنه مربع میکشی دایره میکشی فرق نمیکنه الپس میکشی یا بیزی دیگه نه الپس میگیم بیزی را الپس میگیم میفهمید دیگه نه باز بعدا میخوانید در بالاتر که بیزی را بهش الپس هم میگیم خب من یک بیزی برات میکشم سایز همین اعداد نوشتم میکنم دو چهار شش و هشت پس چی است نامش هم ست ا میمونم پس فرق نمیکنه دور اینجا نوشته کنم دایی آخر نوشته کنم در اینجا نوشته فرقی نمیکنه پس من همین ست که برات گفتم کدام ست ست اعداد جفت کوچکتر از ده پس این روش چیه روش توصیفی این روش چیه روش لیست کردن عناصر و روش آخر چی بود دیاگرام وین یا گراف وین پس به این شکل میگیم گراف وین درست است خب پس شاگرد عزیز و گرامی ما و شما درس امروز خلاص کردیم درست است <applause> بگن اول چی خواندیم اول سه تا خواندیم گفتیم که سه چی است تعریف کردیم سه تا و چند نکته پنج نکته در مورد او خواندیم درست است نکات چم یاد تا دیگه اول چی بود عناصر سه داخل قوس کلا نفرین میمانیم نکته دوم برای نامگذاری سه تا از حروف کلا ان انگلیسی استفاده میکنیم نکته سوم عناصر سه تا یا کاما هم جدا میکنیم خطا غلط است نکته چهارم دسته ها تکرار و ترتیب مهم نفت آفرین و نکته آخر برای شامل بودن عناصر دیدین که کدام سمبول بود نه و برای شامل نبودن انمو سمبول بالش خطک میماندیم درست است و بعد از و چی خواندیم بعد از باز ما ست خالی خواندیم ست خالی تعریف چی بود ستی که هیچ عنصری نداشته باشد و برای نشان دادن ست خالی از دو سمبول گفتیم هر کدوم فرق نمی کنه دو قوس کلان بینش خالی هیچی نباشه یا گفتیم که سمبولی که بر نوشته کردم دیگه نه گفتیم که به اون میگیم فی او چی است یک حرف یونانی است فرق نمی کنه از هر کدوم استفاده کنیم و مطلب آخر چی خواندیم مطلب آخر هم بر گفتیم دیگه ما برای نشان دادن یک ست سه روش داریم روش اول لیست کردن عناصر روش دوم روش توصیفی آفرین و روش آخر روش گراف وین یا دیاگرام وین گفته درست است خب شاگرده از گرامی کارخانگی داریم امید که شما بینید در مانیتور کارخانگی تمرین های صفحات چهار شش و هشت کتاب باید حل کنید و ما روان کنید صد فیصد خب چی رقم روان نکنید؟ باز هم تو که در اول برنامه براتون گفتم شاگردای عزیز اگر کدام نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر چی گپی دارین، هر سوالی دارین فرق نمیکنه میتونین با ما در ارتباط شوین از طریق فیسبوک، واتس اپ، واتس اپ شماره براتون میگم شماره واتس اپ چی است؟ 20964780255413 که شما را میتونید به ما چکار کنید و واتساپ در ارتباط شوین در فیسبوک هم هستیم در یوتیوب هم هستیم در اینستاگرام هم هستیم ما و در آپارات هم هستیم خب شاگردای عزیز و گرامی پایان درس ما خلاص میشه امروز درست است خسته نباشید مانده نباشید بخیر باشین و به با امید دیدار